درود بر شما. من آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه هستم و به برنامه از آلن بپرسید خوش آمدید. این هفته سوالهای متفاوتی داریم در مورد موضوعات مختلف. پس با اجازه شما بریم سوال اول. اولین سوال از پژمان آمده از خوزستان. لطفاً در رابطه با آزادی اینترنت توضیح دهید. خب، این سوال خوبی است. اولاً که ما باور داریم دسترسی آزاد به اینترنت در دنیای معاصر یکی از حقوق اساسی بشر شده است. ما همچنین معتقدیم تنها حکومت‌هایی که از مردم خود می‌ترسند دسترسی مردم خود را به جریان آزاد اطلاعات محدود یا مسدود می‌کنند. هدف برنامه‌ها و پروژه‌های مربوط به آزادی اینترنت که یکی از اولویت‌های خانم کلینتون است، این است که مردم ایران می‌توانند هم به اخبار و اطلاعات جهان دسترسی پیدا کنند، هم با همدیگر و با بقیه دنیا ارتباط برقرار کنند. ما عزم راسخی داریم که تلاش‌های روزافزون دولت ایران برای مسدود کردن اینترنت و سانسور کردن آن با شکست روبرو خواهد شد. من می‌تونم مثال بزنم از کمک‌های مالی وزارت امور خارجه، از فناوری‌های ضد سانسور پیشرفته، از ارتباطات امن موبایلی و از فناوری‌هایی که به فعالان مدنی کمک می‌کند مطالب خود را با امنیت در اینترنت قرار دهند و در مقابل حملات اینترنتی ایمن بمانند. خب، انشاءالله جواب دادم به این سوال. بریم سوال دوم. بهمن پرسید با اینکه سیاست‌های شوم پاکستان در قبال افغانستان مثل روز روشن است که این کشور همیشه در راه اندازی شورش‌ها در افغانستان دست دارد و تمام تروریست‌ها در کشور پاکستان تربیت شده و بعد داخل افغانستان می‌شوند، سوال اینجاست که چرا دولت آمریکا سرچشمه تروریست را نمی‌خوش کند؟ به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ شود. روابط ما با پاکستان روابط آسانی نیست، اما روابطی مهم است. منافع مشترک ما زیاد است، از جمله مسئله مبارزه با افراط‌گرایی، مسئله افغانستان و ثبات و شکوفایی بلند مدت پاکستان. اما کار زیاد در پیش راه است. مثلا ما به وضوح میگیم که خواهان پایان دادن به مناطق امن و هر گونه حمایت از تروریست ها از هر منبعی در داخل پاکستان هستیم. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، ما برخی از کمک های خود به ارتش پاکستان را متوقف میکنیم. اما نهایتا ما به همکاری بین دو دولت و مردم آمریکا و پاکستان متعهد هستیم و آمریکا خواهان حمایت از ملت پاکستان در راه تعیین سرنوشتشون به دور از خشونت‌های سیاسی و به سوی ثبات بیشتر و شکوفایی اقتصادی و عدالت است. خب، رسیدیم سوال سوم که آمده علی از تهران. چرا دولت آمریکا به جای حمایت از تشکیل کشور فلسطین و همزمان برقراری صلح در خاورمیانه کنار تندروهای اسرائیل قرار گرفته است و حتی از ویتو کردن درخواست فلسطین در سازمان ملل متحد صحبت می کند؟ خب، رئیس جمهور اوباما به کرات اعلام کردند که خواستار یک فلسطین مستقل هستند. آمریکا معتقد است که مردم فلسطین مستحق داشتن کشور خودشون هستند، اما ایشون هم گفتند که صلح واقعی تنها میتواند میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها تحقق یابد. سوال اصلی این است که ما چگونه به اون هدف برسیم، و برای همه ما معلوم و مبرهن است که هیچ راه میان بری برای پایان دادن به مناقشه که دهه ها به درازا کشیده است وجود ندارد. صلح پایدار
فقط با بیانیه و قطعنامه در سازمان ملل متحد به دست نخواهد آمد. آخر و عاقبت این اسرائیلی ها و فلسطینی ها هستند و نه ما که باید بر سر مسائلی که اونها از هم جدا می کند به توافق برسند. ما با قوت به آرمانهای مردم فلسطین اعتقاد داریم و به همین سبب است که ایالات متحده به چنین سرمایه گذاری بزرگی از وقت و کوشش برای ایجاد یک کشور فلسطینی و مذاکراتی که به پیدایش یک کشور فلسطینی مجر شود دست زده است. خوب، به قول معروف این قافله عمر عجب می‌گذرد. متأسفانه وقت ما تمام شد. خیلی سپاسگزارم. بدرود و به امید دیدار.